اقدام ایران برای رفع سوء تفاهم با آژانس درباره دوربین‌های مجتمع کرج. یکی از موضوعات فیما بین ایران و آژانس که در دو سفر شهریور ماه و آذر ماه گروسی به تهران مطرح شده بود، با ابتکار عمل ایران از بروز سوء تفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری کرد. ایران در قبال درخواست آژانس در خصوص تعویض دوربین‌های آسیب دیده در اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج از ابتدا به صراحت اعلام کرده بود که تا زمانی که نهادهای مسئول بررسی‌های فنی و امنیتی خود را به روی دوربین‌های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها داده نخواهد شد. از سوی ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس در قبال اعضای خود بر لزوم واکنش مدیر کل آژانس به اقدامات تروریستی و خرابکارانه علیه برنامه هسته‌ای ایران به عنوان حداقل‌ترین کار ممکن تاکید داشت. بر این اساس و به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی امنیتی به روی دوربین‌های آسیب دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را به آژانس داده است. نکته مهم این که صدور این مجوز به هیچ وجه نقض‌کننده قانون مجلس شورای اسلامی نیست و بر اساس همون قانون تصاویر ضبط شده توسط این دوربین‌های جدید مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.